LG G4. تعریف کنیم. آره خوبه، خدا رو شکر دوستش دارم خیلی. خوبه، اولی تجربه است دیگه. بله، دو تا اجرا شده این شبای آخر، دو اجرای شدیم. آره خوبه، خیلی خوبه. قصه رو دوست دارم. قصه بلوغی میخواد که باید بهش برسی، یه بلوغ ذهنی میخواد که باید بهش برسی، که فکر میکنم مثلا 30 سالگی و اینا. راجب آدمایی که فکر میکنن اگه یه زندگی دیگه داشتن خوشبخت‌تر بودن، بعد میری تو زندگی با اونا میبینی که خیلی فرق نمیکنه. همون تا سر همین کارم بود، الناز حبیبی رو کشتن. آره من خدا، شما با هم تو مشهد بودین، شایعه فوت خانم حبیبی در اومد. خیلی بعد جالب اینه که همون لحظه شما عکس گذاشته بودین تو فرودگاه، بعد گفتم گفتم عکس رو میذارم شاید بچه‌ها به سومت برسن. چی بود داستانش؟ شما میدونی تصادف کرده بود یه دفعه ما تو فرودگاه بودیم، به ما گفتن که، یعنی خیلی جالب، برادرم به من زنگ زد گفت بهار یه چیزی میگه، چون من الناز خیلی دوست دارم. الناز 14 سالش بوده، پدرش آوردش پیش من و با هم کار کردیم و اینا. خیلی الناز واقعا مثل خواهرم دوست دارم. برادرم زنگ زد گفت کجایی فلان، گفتم فرودگاه، گفتش که من یه چیزی میخوام بهت بگم. خیلی چیز، گفتم الناز مرده دیگه. آره گفت آره فکر کنم من اینجوری میگم راست میگم. گفتم بابا اینجا نشستم. آره الناز فکرم از وقتی با من معاشرت میکنه، اونم حاشیه سازش خوب شد. ناصر ملک‌پوتی اومد آینه افتتاحی نمایش شما رو انجام داد. شما مثلا فکر میکردین یه روزی به جایی برسین که آقای ملک‌پوتی بیاد واسه نمایش شما افتتاحیه‌اش رو انجام بده؟ نه واقعا. جایی که امروز من هستم آرزوی 15 سالگی من بوده و خیلی خدا رو بابتش شکر میکنم. بعضی وقتا فکر میکنم که شاید تو هر سطح و لولی که اصلا لیاقتش رو نداشته باشم. واقعا اینو دارم بهتون میگم. یعنی بعضی روزا با خودم فکر میکنم، میبینم که خانواده خوب دارم، موقعیت دارم، عزت دارم، آبرو دارم، اندازه خودم پول دارم، اندازه خودم یه چیز ظاهری دارم و فکر میکنم چرا من؟ چرا بین این همه دختر، این همه زنی که توی ایران هستن، چرا من؟ و واقعا این که بعضی جاها می نویسم و یا میگم که امیدوارم لایق باشم، اینو از صمیم قلبم میگم به آدم ها که امیدوارم لایق باشم و قدرشو بدونم. آقای ملک‌پوتی رو من 3 سال پیش اولین بار دیدم و الان 3 ساله که افتخار دوستی باهاشون رو دارم و امیدوارم که حالا سایه‌شون بالا سر سینما ایران باشه و اون شب به ما افتخار دادن و اومدن. من دارم لیست فالوینگای خانم افشاری میبینم. شما چرا پس الناز حبیبی رو فالو نکردین خانم؟ مشکلی. من این صفحه شخصی دارم. آها، صفحه شخصی. آره، این کسایی که توی صفحه عمومی فالو کردن. بعد اونجا همه رو فالو دادم، خیالتون باشه. آدم آرومیه، آدم کارشو میکنه، چیزی که اندازه‌ای که من آقای حسنی سالهاست میشناسم، نزدیک 10 سال، نمیتونم بگم خوبه یا بده. یه مصاحبه هایی پخش میشه که تاسمون شده برای این نقش خوبه. خیلی با سیاستش میتونست باقی زریف بره یعنی پس کلی هم ده همین باری که من این جمله رو شنیدم. باش کنم یه تیتری به ما بدین دیگه. آره که تیتر دارن من به تو میگم. چیه تیتر بگی؟ اینکه خانواده دوستم انشاءالا لایق چیز به سر دیدیم ما هم سریع. نه بپرسین سوالای حاشیه ایتون رو بپرسین، الان دیگه بهتون اطمینان دارم هرچی میخوایم بپرسین. خب بپرسین بدتر شما جواب ندین دیگه. چی الان؟ تازه شروع شد مصاحبه. نه من تا اینجا شما از دم سیف خوبی بوده. آره
تا پشیمون نشدن بریم. آره. ولی اگه سوالی مونده که بپرس. سوال که مونده. بعد جالبه که من حالا اینو بهتون الان بگم. از دیشب بله تا الان بالای 10 بار هی زنگ زدم گفتم که بپیچونم نپیچونم ولی الان خوشحالم که اومدم. قربون شما، هم خیلی خوشحالیم، لطف کردین، افتخار دادین. من به نظرم این حس خانم افشه شما به هم ندن. نه با هم بپرس مشکل نداره، ولی اونی که تو ذهنتون هست. کمپانی صفی پور شما را به دیدن ادامه برنامه دعوت میکنند. شما با حرف مردم زندگی میکنی؟ اصلا و ابدا. همین که میگی اصلا و ابدا، ولی حرف مردم زندگی شما تاثیر مستقیم داشته. چی مثلا؟ به هر حال بعضی از انتخابای شما تو کارنامه کارتون باعث شده که مردم کل سر شما کلی حرف بزنن، شما رو کلی قضاوت کنن و بعد شما سکوت کردین در مقابل این حرف مردم. خب یعنی ولی به قول شما یه جور گفتید بالاخره 5 سال زندگی شما رو تحت تاثیر قرار داد همین حرف مردم. 3 سال. این شاید برای شما مهم نباشه، ولی در اصل تاثیرش رو میذاره دیگه. نه قطعا حرف مردم و اتفاقاتی که بیرون از زندگی شخص من میفته تأثیرشو میذاره توی زندگی من، این اصلا من منکرش نمیشم. برای من اهمیتی نداره که چی راجبم فکر میکنن، چون من میدونم که دارم درست زندگی میکنم. این چیزیه که با قاطعیت راجبش صحبت میکنم. بهش که فکر میکنه نمیشه آخو، یعنی از دستو میکنه دیگه. میدونه چی بهش بیشتر فکر میکنم؟ بیشتر به این حواشی فکر میکنم که چرا من طالبه نمیکنی؟ آره. حرفم نمیزنی؟ من سیاستم توی زندگی نفکر کنید جلوی دوربینا، یعنی من حتی اگه بازیگرم نبودم، مثلا من مهمونی خانوادگی میرم، اگه 5 ساعت نشستم عین 5 ساعت سکوتم، مگر اینکه مثلا یه سوالی بپرسم اونم در حد 2-3 کلمه جواب میدم. چند وقت پیشم برنامه آقای ضیا هم رفتم، ایشون هم همینو گفتن اگر دیده باشین برنامه، گفتن اصلا نمیشه با تو حرف زد. گفتم چرا میشه، سوالای معقول بپرسین من جواب میدم. مثلا سوالای هاشم الان موقعی که این برنامه رو ببینم یاد بگیرین چجوری باید سوال بپرس. نه به خدا منظورم این نبود آقای زیاد، ما همه چی بالاخره باید دیده این بس کنیم یه چیزی میخواین. ولی کلمه پیر میکنه دیگه حرف مردم، یعنی شما رو پیر نکرد تو اون 3 سال حرف مردم. خب بیشتر مامانشون رو اذیت میکنن. نه مامانم، حالا مامانشون در مورد جدی؟ به خدا مامان ببین من مادرم و برادرم موجودات عجیب غریبی هم، ولی چیزی که من اذیت میکنه اینه که آخه ما خانواده عجیبی هم داریم، هیچ مثلا میشنون زنگ میزن دوباره سر بعدی زنگ میزن. خب با ما اگه ازدواج کنم میگم خودم دیگه خودشون پیگیر. حالا ازدواج بزن کنار خواهم کار من من میگم شما مثلا به یه جایی میرسیم میشین ستاره، کسی هستین که مثلا بخوانه میلانی کار میکنه با آقای مقدم، بعد یه اتفاق میفته شما یه انتخابی میکنین و بعد حرف مردم رو شما تکامل هم این شما الان اینجا این حرف مردم باعث میشه که یکم حالتون بد بشه. معلومه که میشه میخوام پیر شدین تو اون 3 سال، اینو میخوام بگم پیر شدم قیافه ای؟ نه شما الان چی گفتی؟ نه شما شما خیلی هم پادشاهت و با طراوتی، نه لحاظ درونی هم بالاخره آدم بله پیر که حالا نمیشه اسمشو گذاشت. سکوتام عمیق‌تر شد. آقای سهیلی میدونین که فامیل ما هم، یعنی پدر خانوم برادرم هم، یه روز یه حرف عجیبی به من زد. گفت موقعی که من با شما وصلت کردیم تو یک دختری بودی با چشمای شیطون که از چشمات میشد خیلی چیزها رو فهمید و حرف میزد. چه اتفاقی برای تو افتاده که توی این 3-4 سال و 5 سال اخیر چرا انقدر غمگینی؟ بس غمگینی نیست، من به یک پختگی رسیدم که تصمیم گرفتم سکوت کنم و بذارم زمان همه چیزو حل کنه. یه سنی رو که رد میکنی، یه اتفاقاتی که توی زندگی رد میکنی، چاره ای نداری جز اینکه قوی باشی و سکوت کنی و لبخند بزنی. و مردم معنی و لبخند سکوت رو میفهمن؟ امیدوارم که بفهم. مردممون بسیار باهوشن و از چشم تو متوجه میشن که تو چقدر داری بهشون راست میگی یا دروغ میگی. باور دارم که اونا میدونن من کاری نکردم توی این سالها که بخوام به اونا لطمه بزنم، چون من خانواده دارم، برادری دارم که میمیرم براش و هر اتفاقی توی این سالها توی جریان زندگی اونا افتاده میلیون برابرش توی جریان زندگی من افتاده. همیشه کنار مردم 100%. من غیر از این من دارم با این مردم، من از ایران نرفتم به خاطر اینکه عاشق ایرانم. توی ایران هر اتفاقی بیفته، هر اتفاق بهتر یا بدتر از این بیفته، من هرگز از ایران نمیرم.
ولی احتمال داره که یه روزی بخواییم کلی حرف بزنید و یه سری چیزها رو توضیح بدین یا نه کلن خاکش کردین تموم شد؟ امیدوارم به همین اجازه رو بدم. من دیگه سوالم کردم. آره مرسی، خیلی ممنون. آره خیلی متشکرم. امیدوارم همونقدر که ما لذت بردیم این مصاحبه شما. من واقعا لذت بردم. آره واقعا میگم. دفعه بعدی هم فکر می‌کردم که خیلی دنبال اینین که منو اذیت کنید. نه بابا. آره. چهره تو خیلی شیطنت داره. خانم شما بهترین. نه بابا. نه اتفاقا من تلفنی که با آقای فرانی صحبت کردم همون تلفنی اعتماد عجیبی بهشون کردم. شما البته هزار تا واسطه هم فرستادم. نه با اختیار خیلی باشه خوشحالیم. این دوربین واسه شماست که صحبت آخرتون رو بگی. اگه چیزی مونده تو این ساله که اومده در مونده نداشتین الان میتونیم. من فکر میکنم حرفم رو زدم دیگه، یعنی امیدوارم که وقتی منو بعد از این همه سال نگاه میکنین، وقتی به من اجازه دادین که توی این 10 سال بمونم و کار کنم و خدا رو شکر همچنان باشم، امیدوارم که باور کنید که اون چیزهایی که راجع به من میگم و اون چیزهایی که من قضاوت میکنم نیستم و خیلی زیاد افتخار میکنم به این که تو سینما ایران کار میکنم و موندم.